در همین رابطه هم‌اکنون آقای منشأ امیر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اورشلیم از طریق اسکایپ با ما هستند. سلام آقای منشأ امیر، بفهمید از تازه‌ترین تحولات و احتمالاً تصمیم‌های جدید برامون بگید. آیا دولت تصمیم تازه‌ای گرفته؟ ما در ورود آقای جیسون گرین‌بلات هستیم که بلافاصله با نتانیاهو دیدار خواهد کرد و پس از ساعتی رهسپار عمان خواهد شد که طرفین رو دیدگاهاشون رو به هم نزدیک بکنه. تصور میکنن که پس از دیدار بین نتانیاهو و گرین‌بلات جلسه ویژه امنیتی سیاسی کابینه محدود اسرائیل تشکیل جلسه بده و به بررسی موضوع بپردازه و احتمال بسیار زیاد میره که تصمیم بگیرن که دستگاه‌های فلزیاب رو برچینند و گزینه‌های دیگری رو قبول بکنن، به خاطر اینکه همین اقدام هم مورد انتقاد شدید اپوزیسیون اسرائیل قرار گرفت و همچنین شماری از بلندپایگان پیشین سازمان‌های امنیتی اسرائیل گفتند که این نه کارسازه و نه مؤثره و راه‌های دیگری برای تامین امنیت وجود داره. در مورد تنش بین اسرائیل و اردن باید یادآوری کرد که این نخستین بار نیست که یک چنین حادثه‌ای رخ میده. چندین سال پیش هم یک مأمور امنیتی اسرائیل مأموریت داشت که خالد مشعل رئیس سازمان حماس رو در اردن در عمان هنگام گذر از خیابان مسموم بکنه و او رو بکشه. در این جریان اسرائیل شکست خورد، یعنی ناکام ماند این جریان و دولت اردن واکنش شدیدی نشون داد و اسرائیل برای آرام کردن اردن بلافاصله پادزهری رو فرستاد که اون زهر رو خونسا بکنه و خالد مشعل زنده ماند. و من تصور میکنم که همین راه کار هم برای جریان کنونی باشه، یعنی دولت اسرائیل موافقت کنه که علی‌رغم معاهدات بین المللی دولت اردن اجازه داشته باشه که تحقیقاتی رو از اون مأمور زخمی در بیمارستان انجام بده و بعدش اجازه بده بگه بسیار خوب، تا بررسی بعدی ما به این فرد اجازه میدیم که اردن رو ترک بکنه. توجه داشته باشیم که در جریان این واقعا بخیم اردن سفارت اسرائیل رو محاصره کرد ولی هیچ مأمور اردنی وارد سفارت نشد. یعنی اردن بسیار تلاش میکنه که اقدامی انجام نگیره که تنش رو بیشتر بکنه، بلکه اردن میکوشد که در رفع تنش به نتیجه بره. آقای امیر، اسرائیل در سازمان ملل نماینده‌ای داره که ابراز امیدواری کرده که بحران تازه بین اردن و اسرائیل به زودی حل بشه. نظر شما در این مورد چیه؟ بله، ایشون میتونه عقیده خودش رو بیان بکنه ولی اتفاقا من هم احساس میکنم که این ارزیابی درسته و همونطور که گفتم هم آقای گرین‌بلات اقدام میکنه، هم توصیه پرزیدنت ترامپ هست و هم ابراز مخالفت وزارت خارجه ایالات متحده با نصب دستگاه های ردیاب هست. بنابراین آقای گرین‌بلات ممکنه که با دو پیامد و دستاورد سیاسی روبرو بشه، هم روابط اسرائیل و اردن رو ترمیم ببخشه و هم مسئله فلسطینی‌ها رو حل بکنه. ولی جریان این است که فلسطینی‌ها میدانند که این جریان فلسطینی‌ها یک وسیله‌ای برای پیشبرد هدف‌های سیاسی اونها درباره آینده شرق اورشلیم هست. بله. فلسطینی‌ها اورشلیم رو برای حاکمیت خودشون مطالبه میکنن و ممکن است که این جریان بیشتر طول بکشه این بحران، ولی بحران اول یعنی اسرائیل اردن تصور میکنن که تا فردا پس فردا حل خواهد شد. درسته، بسیار سپاسگزارم آقای منشأ امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از طریق اسکایپ از اورشلیم با ما بودید.